ای و تلاش کلام خدا در متقاعد نمودن خوانندگان خود در این است که فکر و اندیشه انسان مرید و انسانی که تصمیم گرفته وفادار باشه رو به تعلیمی هدفمند تشویق نماید تا مشتاق مشتاقان به زندگی سالم و جاودانه توان زندگی به اهداف نیکو را داشته باشند از این رو خدا انسان محقق را متمرکز کلام خودش میکنه و اون رو تشویق میکنه که از کلامش نه تنها بیاموزه بلکه این امید رو بگیره بلکه این قوت رو بگیره تا در مسیر اراده خداوند حتی به اهداف خودش نیز برسه زمانی که یوشع مسئولیت قوم اسرائیل رو اون مسئولیت بزرگ قوم اسرائیل رو به عهده میگیره و موسی بازم به اراده خداوند با آسمان میره در از فوت میکنه و این معمولیت رو به یوشم میده خب مسلما خیلی سخت بوده ما کلام رو میخونیم اما این گونه نیستش من خودم با تعداد محدود در یک کلیسا میدونم چقدر سخت هستش که ما بتونیم این خدمت و این هماهنگی رو داشته باشیم رضایت خدا رو رضایت شماها رو داشته باشیم رضایت خودمون رو داشته باشیم و چقدر برای یوشع میتونستیم موضوع سخت و دشوار باشه و خداوند اون رو تشویق میکنه به کلام قدرتمند در کتاب یوشع یک هشت این آیه معروف که از من بسیار شنیدید و سپاسگزار میشم که این آیه رو داشته باشیم روی شبکه که اعلام میکنه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود این کتاب این کلام که بیش از سی هزار نسخه هستی داره هیچ کلام دیگه ای نیست خدا رو شکر برای تمام ادیان برای کتاباشون هیچ قصد توهین ندارم کتاب مقدس این هست 66 کتاب داره 39 عهد عتیق و عهد جدید هست حتی در آمریکا بارها این کلام رو این کتاب رو به دادگاه بردن و سالها این دادگاه ها طول کشیده میخواستن ثابت کنن که این کلام خدا نیست اما نتوانستن ثابت کنن تا به امروز که خداوند در قلب ما ثابت کرده این کلام زنده خدا هستش پس ما صحبت از کلام دیگه ای نمی کنیم سوء تفاهم نشه هیچ کلامی رو ما غیر از این کلام کلام خدا نخواهیم دانست و نمی دانیم اعلام میکنه. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تحقیقش کن سوال کن ازش فقط نخون سوال کن اگه سوالی داری اون سوال رو بیار به حضور خدا مطابق ارمیا میگه مرا بخوان تو را اجابت میکنم از آن چیزهایی که نمیدانی تو را آگاه میکنم حتی نسبت به کلام خداوند این آگاهی رو به ما خواهد داد شبانان معلمین هستند که ما ازشون سوال کنیم خوشبختانه ما امروز در دایره مذهب نیستیم که بگیم سوال کردن گناه داره بلکه کلام خداوند اعلام میکنه همه چیز رو تحقیق کنیم همه چیز رو هر چیزی رو میباید تحقیق کرد تا دیوار شک ریخته بشه و ایمان ما نیز پایدار باشه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب رازگاهان شامگاهان رازگاهان برای تقویت شامگاهان برای تقدیس یک حمام روحانی بگیریم بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن چه مکتوب هست هدف مقدس خلقت دریافت پری روح القدس آرامش و امنیت عطایا رفع مشکلات چه روی زمین از زمین تا آسمان که این امید بر منو تو باشه هر آنچه در آن مکتوب هست متوجه شده عمل نمایی عمل نمایی نه فقط باورش کنی خیلی موقع ها تصور بر این هست که همین که من این کتاب رو قبول دارم بس اما باید بهش عمل کنیم زمانی که عمل میکنی میچشی که این کلام کلام زنده است کلام حقیقیه ولی وقتی فقط میشنویم فقط میخونیم کاری بهش نداریم فرصت به خدا نمیدیم که قدرت این کلام رو به ما ثابت کنه پس داره به یوشه میگه میگه یوشه نترس نگران نباش این کلام رو بخون اما بهش عمل کن و ادامه میده متوجه شده عمل نماییم. زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد وقتی این ایمان رو داریم که این کلام رو درش قدرت هست عمل میکنیم مسلما ایمان داریم فیروزی یعنی تمام موفقیت های روی زمین و همچنین برای ما کامیابی هست یعنی تا رستگاری ادامه خواهد داشت و فقط دل خوش نمیکنه ما رو ما رو هپی نمیکنه برای چند لحظه که صبح بلند میشیم خوشحال بشیم یا شب میخوایم بخوابیم ما یه خود کلام رو بخونیم دل خوش نمیکنه حقیقتا با ماست حقیقتا قدرتش قوتش با ما هست فال و فالگیری نیستش تکرار جملاتی نیست که حالا فرض فکر کنیم جملات خدا هستش با ورد به حضور خدا نمیریم ایمان داریم در این کلام قدرت هستش همون گونه که در مزمور 33 نه اعلام میکنه که در کلام خداوند قدرت هست گفت و شد و خواهد شد ایمان داریم دو تا دوست وقتی که از کار بر میگشتن اون یکی میگه دوباره دلشوره منو گرفت میگه برای چی؟ میگه آخه از سر کارم تا خونه یه بیابون هست اونجا پر از سگای وحشیه هر بار که من میخوام برم این مسیرها این سگای من حمله میکنم ببین دستامو چی کار کردم دوستش بهش میگه ببین من یه وردی میخونم برای حیوانای وحشی که این حیوانای وحشی از من دور میشن بیا من به تو این ورد رو یاد میدم میگه اینم که اصلا هیچ چنین باوری نرسیم میگه ببین اگه میشه امشب تو بیا خونه ما شامم خونه ما باش شب اونجا بخواب حداقل خودت با من باشی که من خیالم راحت باشم میگه باشه بس بریم تو در خونه یه کاری دارم میرن تو در خونه میگه یه چوب بزرگ برداشت با یه دونم کارت میگه اینا چیه میگه بالاخره برای روز مبادا یه موقع دیدیم ورده رو خوندیم نشد بله اینجوریه. این اعتماد نیست و این ایمان نیست لذا کلام خداوند به ما داره میگه این کلامی رو که ما داریم میخونیم باعث ایمان خواهد شد در کلام خدا قدرت ایمان هست یعنی دلیل ایمان و تقویت ایمان میباشد که انگیزه و امید شخص را در عمل با یک ذوق و شوقی بسیار به همتی عالی تبدیل خواهد کرد که نمیترسه که نگران نخواهد بود از این رو پولس رسول در نامه دوم تیموتائوس سه چهارده الی هیبده اعلام میکنه اما تو در آنچه داره به تیموتائوس میگه به شاگردش میگه و امروز داره با من و شما صحبت میکنه میگه اما تو در آنچه آموختی از کلام خدا از کلام خدا بعد در رسول قسمت یا کلام خدا رو میگه یه جوک میگه یه شعر میگه شما کلامو بچسبید بهش اون بالاخره فن سخنوریه شما به کلام خداوند توجه کنید آنچه آموختی و ایمان آوردی رومیان ده ده ایمان از شنیدن است و شنیدن از این کلام خداست خیلی هستند. هستن بسیار زیبا تفسیر کلام رو میکنن خدا بهشون برکت بده سعی میکنن جملات کوتاهی رو از قسمتی بزرگی از کلام خدا بگن و واقعا به دل میشینه خدا بهشون برکت بده حتما براشون آمین بنویسید تشویقشون کنیم اما بدانیم هیچی جایگاه کلام خدا رو نمیگیره من اینها رو روی تعصب نمیخوام بگم بلکه آنچه که خود کلام خدا داره میگه دارم براتون اعلام میکنم میگه آنچه که آموختی و ایمان آوردی قائم باش یعنی بهش عمل کن فقط ایمان نیست فقط این نیست. نیست که دل تو با مسیح با خداست خدا رو شکر اما قدرت اجرایی داره که من و شما قائم باشیم عمل کنیم قائم باش چون که میدانی از چه کسانی تعلیم یافتی در از تیموتائوس از پولس رسول حالا شاید مردان و زنان ایمان هم بودن اما از مادرش مادر بزرگ شیماندار بودن این تعلیم رو گرفته بود شما امروز از چه کسی تعلیم میگیرید یه هوشیاری روی فیسبوک میرید خیلی از عزیزان هستن آیات می نویسن. آیات می هی لاک hey, like میکنی، آیات می نویسن بعد بعضی دیگه هیجان زده میشن می استاد می چقدر زیبا گفتی هی hey, می نویسن می نویسن دو ماه سه ماه میگذره بعد میاد یه آیه قرآن میذاره برات اونجا میگه اسلام دین خداست و دستم میمونی بعد میاد می یه کشیش رو علم میکنه یکی از خادمین خوبی که در طول سالها خدمت کرده و به این حمله میکنه بعد میری روی فیسبوکش میبینی واو خیلی یک کشیش از کشیشه از جمله خود منم توشم تو اونجا هستم نمیدونستم اینا ارتش سایبری هستن هوشیار باشید پس بدون از چه کسی داری تعلیم میگیری بیخودی نباشه هر کسی شاید بتونه این کلام خدا رو بخونه دربارش یه توضیح هم بده آیا اون رو میشناسی یا نمیشناسی کورکورانه ما نمیتونیم کلام خداوند رو یافت کنیم آیا اون افرادی که داریم ازشون تعلیم میگیریم میبینیم میشناسیم فقط روی فیسبوک هستن خدا رو شکر برای وجودشون یه صحنه زیبا درست کرده یه دوربین خیلی خوب هم گذاشته جلوش و داره صحبت میکنه حرفاش هم بسیار عالیه ولی هوشیار باشیم لطفا به طور خاص در این شرایط عزیزانی هستن بخی من درباره ایران صحبت میکنم میگن بعد از اون نکنه جاسوسا بیان ما همیشه گفتیم خدا کنه جاسوسا بیان ایمان بیارن کار ما همینه خدمت ما این هست هر کسی به مسیح ایمان بیاره ولی خودشون هوشیار نیستن روی فیسبوک می‌بینن هر کسی رو لاک می‌زنن روی اینستاگرام هر کسی رو لاک می‌زنن بعدا صداش در میاد ایشون مدعی برادرانه میاد کشیشا رو خادمین رو کلیسا رو از هم جدا کنه همه رو متلاشی کنه اگر توی اپوزیسیونی که اینقدر ادعا میکنن نفوذی اومده چقدر بیشتر تو کلیسایی که ماها دلامون صافه دلامون صادقانه پیش میره پس این هوشیاری داشته باشیم از چه کسی تعلیم میگیریم پس اعلام میکنه که از چه کسی تعلیم یافتی و اینکه از توفولیت کتاب مقدسه را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد روش زندگی سالم رو به ما میاموزه ما رو مذهبی نمیکنه ما رو لا مذهب میکنه اتفاقا کاری به مذهب نداریم کاری به ریا نداریم چه کسی میفهمه اگه من تو خیابون برم من کشیشم هیچکس نمیفهمه همه فکر من آدمم فکر کسی فکر, فکر نمیکنه من کشیشم و درستش همینه چه کسی متوجه میشه شما ایماندار هستید از اعمال و رفتارمون نه از تیپمون نه از اعلام کردنمون اون همون مذهب هست و ادامه میده برای نجات به وسیله ایمانی که بر عیسی مسیح هست تمامی کتاب از الهام خداست تمامش من نمیتونم بگم این قسمتش خوبه این قسمتش بله بله ما که در عهد جدید هستیم میدونیم تحت اون شریعت سخت نیستیم شریعت سخت زمانی داده شد که زمان به کمال نرسیده بود اما شما امروز میدونی وقتی میری پیش پزشک پزشک بهت میگه که گوشت خوک اشکال نداره بخوری ولی تو شریعت میگه نخور ولی یه دفعه بهت میگه گوشت گوسفند نخور بغ نخور به خاطر مشکلی که داری پس دیگه لزومی نداره من تحت اون شریعت باشم اما فراموش نکنم اون شریعت از طرف خداست مسیح هم نگفت من باطلش کنم بلکه کاملش کنم به محبت کاملش کنم ما امروز روح القدس رو داریم با حکمت و خیرت روح عمل خواهیم کرد اما قافل از کلام زنده خدا هرگز نمیتوانیم بشیم و ادامه میده تمامی کتاب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است در یک رابطه درست انسان با خدا که اگر این رابطه ایجاد بشه کسی با خدا صلح کنه کسی است که با خودش صلح کرده کسی است که با خانوادهش صلح میکنه کسی است که با خلق خدا صلح میکنه تا مرد خدا زن خدا فرقی نمیکنه این از نظر فرهنگی در کلام این گونه اومده زن و مرد یکی هستن مطابق اول قرنتیان سه بیست و یک ارزش دارن در حضور خدا اتفاقا زنان معاون هستن مشاور هستن اونها باید مردا رو مشورت بدن سیستم مغزشون اینجوری آفریده شده مردها باید از زناشون مشورت بگیرن لازم دارن مطابق کلام خداوند ادامه میده تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. نسبت به نیازهاش، رابطهاش، برخوردهاش اما این جهان همچون بازار مسکراس چند نفر شما عزیزان تو بازار مسکرا رفتید شما رفتید بله منم رفتم بله بعد روبین که خیلی اینجوری کرد میگه اونجا نزدیک خونتون داره روبین جان <applause> بله بازار مسکرها وقتی دارید صحبت میکنید اصلا نمیتونید صدا خودتونم بشنوید اونجا با اشاره صحبت میکنم به هم دیگه همش صدای تق و توق داره میاد این دنیا الان این گونه هست گاهی نمی، نمیدونیم این قصه دوران رعریزی دموکرات ها و جمهوری همه اون چقدر صداها میمد حتی بعضی هم ما دیگه خسته شدیم خیلی گفتم ما دیگه از این به بعد نمیخوایم درباره سیاست فکر کنیم ا نمیخوایم فکر به هیچ کس نمیخوایم رأی بدیم از بس که سر و صدا بود این بازار مسکرا و این بازار مسکرا متاسفانه میاد که تمرکز انسان رو مدام از مسیر راستی و نیکویی منحرف کنه و به دلایل مختلف همچون نیازها، استعدادها، احساساتمون، تمایلات درونیمون، تحریکات دنیوی که به ما تحمیل میشه موضوعات مختلف چه بسا بحانه برای اعمال ناپسندانه آدمی میتونه داشته باشه از این رو پولس رسول در نامه رومیان دوازده دو رو اعلام میکنه همشکل این جهان نشوید به تبلیغاتش، به روالش، حتی به قوانینی که میتونه ما رو منحرف کنه سخن از این نیستش که به علم فکر نکنیم به نظم فکر نکنیم به یک قوانین درست فکر نکنیم قوانین درست که درش عدالت و انصاف است صحبت از این هستش که مبادا به دام گرفتار بشیم که این دامها دلیل این بشه که میوه تفکرات ما از این جهان ترس ناامیدی طمع استرس روحیه کینه و نفرت و انتقام جویی باشه و هوا و هوس و ما را از معرفت الهی دور کنه و مسلما رفتار و اعمال روحانی دیگه نخواهیم داشت ما که به عنوان حتی فرزندان خدا هستیم بنابراین از برکات روحانی هم دور میشیم پس تفکرات من میباید دوباره برگردم به یوشع یک هشت روی کلام خدا باشه زندگی میکنم شاد هستم خوشحال هستم از مردم دنیا بیشتر شادتر هستم مذهبی هم فکر نمیکنم سرود گوش میکنم آهنگای دنیاوی هم که دوست دارم گوش میکنم لباسهای عادی رو میپوشم جشتامو میگیرم مذهب نیستم گرفته نیستم من آزاد شدم هوشیار هستم چگونه برای کسی زندگی نمی کنم برای مسیح زندگی می کنم و اون از دل من با خبر هست اما این دل من به عمل باید تبدیل بشه فقط دل نیست هوشیار باشیم تو دل من همه چیز خوبه عملم چیه این هم شعار زندگی اون نباشیم آره خدا به دل های خوب نگاه دل ما که خیلی پاکه دبیا اعمالت چی آیا اعمالت هم پاکه فریب نخوریم مواظب باشیم که هر چیزی رو باید یک تعریف درستی داشته باشیم حتی نسبت به کلام خداوند فراموش نمی‌کنم برادر شمعید عزیز که یکی از معلمین من در دوران دانشگاه الهیات بود وقتی که میشستیم با یک آیه بحث میکردیم میگفت اون آیه رو بذار سر جاش کل باب بیار بیرون با آیه با همدیگه نجنگیم همدیگه رو داوری نکنیم بلکه کل باب بیاریم و تعریف خودش رو خواهد داشت نسبت به زمانش تاریخش شرایط فرهنگی اون موقعیت پس فکرمون رو باید تقدیس کنیم در حضور خداوند و هوشیار باشیم مولوی نیز اعلام میکنه از یک اندیشه که آید در درون صد جهان گردت به یک دم سرنگون با نظام اسلامی نه اینو نمیخوام بگم نگفته اینو من رو اضافه میکنم میگه فکرها سرنگون میشه اعمال ما هم سرنگون میشه سخنان منفی وقتی که شنیده میشه وقتی که ما تفکرمون رو میذاریم تو جایگاهی که متاسفانه به ما آسیب فکری میزنه و دیدگاه ما رو عوض میکنه جایگاهی هستش که ما میتونیم دیدگاه دیگران رو عوض کنیم همون گونه که ما اگر مثبت بشیم میتونیم دیگران رو در مسیر مثبت اندیشی تشویق کنیم نویسنده این یک یک الا دو سه اعلام میکنه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود همشکل این دنیا نشود دنیای گناهالود و به راه گناهکاران نیستد اونها رو تایید نکنه پیروی نکنه و در مجلس استهزا کنندگان ننشینند وقتی صحبت از غیبت هست داوری ها هستش چه کار داریم گوش میکنیم نه تنها نسبت به موقع روحانی حتی دنیوی این بده اون فلان اون بس... چه کار داریم چرا خ... فکر تو داری خراب میکنیم کار ما این هست برای اون بدان باید دعا کنیم اگر فکر میکنیم اونها بدن اگر بد باشن تازه ما فقط میتونیم برایشون دعا کنیم دعا کنیم که خداوند اونها رو ملاقات کنه توبه کنن از اون جایگاه دران بلکه رقبت او در شریعت خداوند باست یعنی کلام او و روز و شب در شریعت او تفکر میکنند حالا این گونه نیست که مذهبی هم باشیم این هم تو چسفونیم به خودمون سر کار و هر کجا میریم و حالا با چهار تا واژه هاللویا جلال از آن خداست آمین این گونه مواظب باشیم لطفا روز و شب در شریعت او تفکر کنید نسبت به کلامش که در عدالت و حکمت هست محبت هست پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش در زمانش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد داد ثمره میده زندگیت خستگیات مشکلاتت آرزوهای دلت بی سمر نخواهد بود تو برکت رو خواهی گرفت مشروط بر اینکه حقیقتا بر آنچه که درست هست بیستیم و عمل کنیم زندگی در از فرصتی هست برای کشف حقیقت در که درست خلقت شناخت خدا و غرق شدن در محبت که همانا خدا هست همراه بودن در اراده خدا در مسیر عدالت و حکمت و کامل شدن به بالاترین معرفت که همانا شکل خدا شدن هست و این هست اوج عزت در غیر این صورت خطری که ما رو تهدید میکنه میتونه این باشه به نام هلاکت اگر غیر از این نیز قدم برداریم مردم نینوا در زمان یونس نبی به گناه کشیده شده بودن به فساد کشیده شده بودن بود پرستی میکردن اما زمانی که یونس نبی با توجه به اینکه همه به خوبی می دانیم که مخالف این بود که بشانت بده و این خبر رهایی رو به اونها بده که میتونن توبه کنن و مخالف این بود اما زمانی که اون رو یونس نبی مردم نینوا رو ملاقات میکنه اتفاقی میفته بریم با هم دیگه از کتاب یونس نبی باب سه پنج الا ده رو بشنویم یونس باب سه پنج الا ده مردم نینوا پیام خدا را پذیرفتند و همگی روزه گرفته و از بزرگ و کوچک به علامت توبه پلاس پوشیدند چطور این بود پرستا این کلام خدا را پذیرفتند؟ یه نفر من یه جواب بده چرا؟ بله؟ اگه کسی میتونه؟ چرا پذیرفتن؟ میگه اینا بودترس نبودن جان؟ برابر، برابر چون کلام خدا قدرت داره بشارت بده، نه ترس به خانوادت بشارت بده امت خالته داییته میگه خیلی متعصبه فکر نمی کنم مگه قرار تو اون رو بشارت بدی تو از کلام خدا به اون بشارت بدی و اون نجات پیدا میکنه و بعد براش دعا کن و مطمئن باش که خداوند رو برکت میده بله وقتی پادشاه نینوا پیام را شنید از تخت خود پایین آمد ردای خود را کند و پلاس پوشید و روی خاکستر نشست سپس از طرف پادشاه و بزرگان فرمانی صادر شد و در همه جا اعلام کردند که همه مردم و تمامی گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نیاشامند عجب یعنی این کلام اونقدر قدرت داشته این پادشاه مقرور رو فروتن کرده و فرمانی داده که باید مردان خدا میدادن عجیبه یعنی از خود یونس با غیرتتر شد چون یونس از دست خدا فرار کرد اما این پادشاه وقتی کلام خدا رو شنید چون این کلام قدرت داره روی اون تاثیر گذاشت پس کلام قدرت داره اون جایی که میبینیم در ضعف هستیم اون جایی که میبینیم در یک قسمتی از خوی و مرام ما یک غرور خاصیه تو بره بکنیم همه به ما میگن کلام میگه روح القدس به ما میگه نمیگیم نه 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 تو نمی نمیکنیم کلام رو بخون با کلام خدا وقت بذار تا قلبت لمس بشه نرم بشه عزیزی من میگفتش که چندی پیش پیش یکی از ایماندارا رفته بوده وقتی میره میونه انقدر داره غیبت یه ایماندار دیگه ای رو میکنه میگه بعد بهش گفتم مطمئن این اتفاق رو افتاده میگفت بله گفتم خب پس مطابق کلام خدا تو باید بری مستقیما به خودش بگی چرا داری به من میگی گفت گفت نه نمیخوام برم بگم گفت خب این که خیلی اشتباهه گفت به حال من رفتم تحقیق کردم متوجه هم. این عزیز اشتباه میکرده اومدم بهش گفتم ببین به این دلیل به این دلیل اشتباه کردی بعد گفت خودشم گفت ای آره راست میگی. مرسی که این رفتی تحقیق کردید گفت من بهش گفتم پس توبه کن گفت نه من توبه نمی کنم گفت توبه که. گفت توبه نمی کنم بود راه دور نریم این کلام هم برای ایماندار نوشته شده بیشتر خواهیم اون اگه وقت باشه که رسولان برای ایمانداران دارن میگن عزیزان برای مردمی که تو مریخ هستن که نمیگن که برای همین مردمی که روی کره زمین به مسیح ایمان آوردن دارن میگن که هوشیار باشیم گاهی هستش که ما های خودمون رو سخت میکنیم یا اون توبهمون رو یه جور دیگه میخوایم عمل کنیم با یه غرور دیگه شخصی که تازه استخدام شده و توی شرکت وقتی که میره پشت میزش میشینه اینا یه نگاهی میکنه یه گوشی تلفن اونجاست گوشی رو برم داره چند تا شماره است یکی اون شماره ها رو میزنه و یه نفر میگه بله بفرمایید میگه یه من قهوه گرم برای من بیار اونم میگه نادان تو میدونی به کی زنگ زدی میگه اینم یه خود فکر میکنه میگه او او میفهمه که رئیس شرکت بوده یه خود مکس میکنم میگه بیچاره تو خودت میدونی داری با کی صحبت میکنی اون میگه نه میگه خب بهتر گوشی رو یه موقع ما این, گونه عمل میکنیم حاضر نیستیم پوزش بخوام توبه کنیم بله همه مردم و حیوانات باید پلاس بپوشند و نزد خدا گریه و زاری کنند و همه از راه بد خود بازگردند و از ظلم دست بکشند و توبه کنند شاید خدا تصمیم خود را عوض کند و از خشم خود بازگردد خدا اصلا این گونه تصمیم گرفته بود تصمیم خدا این بود که بی در اصل قوم نینوا کلام خدا رو بشنوند توبه کنند چرا که میدانست وقتی کلام رو میشنوند توبه میکنند برای همین هستش که امروز من عقیر از کلام خدا میخوام بیشتر بگم کلام خدا رو بشنوید کلام خدا رو بخونید برای زندگیتون بسیار مفید هستش به طور خاص ما که مسیح ایمان آوردیم کلام مسیح برای زندگی ما حیات هستش همون گونه که عیسی مسیح در انجیل یوحنا 8:51 میگه آمین آمین به شما میگویم اگر کسی کلام مرا حفظ کند یعنی باهاش زندگی کنه موت را تا به عبد نخواهد دید هرگز نمیره چرا که مطمئن هستش که این کلام در زندگی او عمل میکنه اگر ما امروز با سخنان مثبت تشویق خوب همدیگر رو بلند میکنیم شاد میکنیم خوشحال می‌کنیم حتی با جوک همدیگر رو میخندونیم چقدر بیشتر کلاب خداوند قدرت داره در این رابطه که ما رو در مسیر راستی برکتمون بده مولوی نیز اعلام میکنه ای برادر تو همان اندیشه‌ای همون فکر و اندیشه‌ای ای هستی که داری روش فکر میکنی زندگی می‌کنی ما بقی خود استخوان و ریشه کاری نمیکنه هیکلت تیپت تفکرت کجاست تفکر تست که زندگی تو رو باز میکنه در مسیر درست و اون چیزی که میتونه از نظر خودت حتی هم خوب باشه بله و ما را حلاک نسازد چون خدا کار آنان را دید و مشاهده کرد که آنها از کارهای زشت خود دست کشیده و توبه کردند از تصمیم خود منصرف شد و همانطور که قبلا فرموده بود آنها را حلاک نکرد هاللویا میتونیم برای این کلام خداوند دست بزنیم اونها را حلاک نکرد میدون از خداوند وجودش پر از رحمت عشق اون حتی عاشق دشمناشه اون دشمناش هم دوست داره فقط یه دشمن خدا میشناسه اونم شیطانه ولی همه انسان رو دوست داره تو هر تفکری هر کجا که اصلا خدا دوستشون داره خدا میخواد که اونها توبه کنن و برگردن کلیسای مسیح این افتخار رو داره که با روحیه خوبی که داره با امید آرامش با تمام تشویق درستی که میده برای زندگی سالم برای رستگاری برای شاد زیستن گاهی متاسفانه دلیل یه سوء تفاهم میشه و این سوء تفاهم این هستش که آخ ما در مسیح آرام راحتیم من چند هفته بود در شبکه محبت یه سال مطرح کردم و این سوال این بود مسیحیت چیست یه عزیزی از ایران زنگ زد گفت مسیحیت خیلی راحته خیلی خوبه خدا رو شکر راحته اما خب وقتی که مانند پولس رسول و رسولان مسیح مانند کشیش هایی که عزیز مهدی دیباج و شهدای کلیسا بخوایم خبر خوش نجات رو بدیم خیلی راحت نخواهد بود روی زمین ولی خب بعضی ها این گونه فکر میکنن از این رو هستش که هموطنان عزیز ما گاهی با یه تعمید خودشون رو مسیحی میدونن با یه دعای نجات اما اینگونه نیست در عمل هست که مو ثابت کنیم ما شاگردان مسیح هستیم همون گونه که خود مسیح نیز اعلام میکنه کشش چند وقت پیش من میگفت البته در آمریکا نیستش در اروپا میگفت توی خیابون که رد میشدم دیدم یکی از هموطنای ایرانی که قبلا تعمیدش دادم اونجا بوده رفتم با هم سلام علیک کردیم و بعد بهش گفتم چرا کلیسا نمیای برادرم شما دیگه تعمید دادم ندیدمت گفت من موقعی هم که مسلمون بودم اهل مسجد نبودم مدشت نمی رفتم گفت بعد بهش گفتم خب کلام رو بخون کلام خیلی به تو کمک میکنه راستش من موقعی که مسلمون بودم قرآن هم نمیخوندم بعد بهش میگه خب پس این رابطه دعا تو داشته باش لطفا حداقل دعا کن رازگاهان داشته باش فراستش اون موقع هم که من مسلمون بودم نماز نمیخوندم بعد میگه خب پس برای چی تو اصلا اومدید؟ مسیحی شدی اون موقع دیدم که من که یه مسلمانی هستم هیچ کار قوانه اسلام انجام نمیدم حداقل بیام مثل مسلمان بیام مسیحی بشم یه موقع اینجوری میشه یعنی تشخیص درستی نسبت به آنچه را که ما اعلام میکنیم گاهی با ما نیستش و ما رو از اون هدف اصلی نیست دور میکنه همون گونه که همه به خوبی میدونیم ایسای مسیح وقتی ازش سوال میکنن کل این کلام چه تعریفی داره وقتی از اون میخوان که تعریف خلاصه ای از این کلام رو بکنه در انجیل مرقس باب دوازده بیست هش و هشت اعلام میکنه که به اندازه ای که خودت رو دوست داری درک درستی از عشق خودت داری وجود خودت داری خدا رو محبت کن و همون مقدار همسایت رو همون فرمول خ خودم خانواده خلق خدا خدا خودم خانواده فرقی نمیکنه اول و دوم نداره بلکه مسیح این محبت رو اشاره میره که بتونن در اون محبت در رابطه با زندگی خوب عاشقانه حکیمانه عادلانه عمل بکنن در نامه قلاتیان پنج چارده الا پونزه میخونیم که اعلام میکنه زیرا که تمامی شریعت کلام خدا در یک کلمه کامل میشود ولی باید با این کلام باشیم محبت انسانی نه روی کره زمین کسایی هستن اصلا خدا را باور ندارن بسیار انسانهای مهربانی هستن محبتی که باعث میشه انسانها از حلاکت نجات پیدا کنن زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل میشود. یعنی در این که همسایی خود را چون خیشتن محبت نما اما اگر همدیگر را بگزید غیبت بکنید بر علیه هم بزنید چه توی خانواده چه توی محل کار چه توی موقعیت کلیسایی و بگزید و بخورید و هر بار حذر باشید که مبادا از یکدیگر دیگر حلاک شوید عجب یعنی ما همدیگر رو حلاک میکنیم؟ بله ما میتونیم همدیگر رو حلاک کنیم زمانی که اونقدر مغرور میشیم خودمون رو فقط میبینیم زمانی که به جایی که بریم مشکلی داریم با شخص صحبت کنیم به همه میگیم غیبت میکنیم زمانی که حتی غیبت رو میشنویم و این هوشیاری رو باید داشته باشیم کلام خداوند داره داده میشه به واعظ اول رسول مواظب باشه به شما به کلیسای مسیح داره داده میشه به کلیسای جهانی داره داده میشه به ایمانداران داره داده میشه هوشیار باشید آنچه را که میتونه باعث هلاکت بشه دور از کلام خداست حتی چپ چپ نگاه کردن حتی اخم کردن حتی بیتوجهی کردن به همدیگه اینا همه دلیلی میشه که باعث لغزش میشه خشم میاد در یک محله توی کوچه سه تا پیرمرد روی سکوی نشسته بودن و داشتن صحبت میکردن زنی که میاد بره خونه متوجه میشه خیلی لذت میبره از اینکه سه تا پیرمرد اونجا هستن و چهره‌های خیلی شاد و خوبی دارن میره باشون سلام علیک میکنه میگه میخواید بیاید منزل ما یه چایی با هم بخوریم و اینا میگه نه خیلی ممنون اینجا راحت هستیم میره توی خونه به همسرش میگه سه تا پیرمرد داشتن صحبت میگه من یاد پدر بزرگام انداختم همسرش هم میگه خب برو صداشون کن بگو بیان دیگه بیان اینجا یه چای با هم بخوریم بعد میگه من که بهش گفتم بعد مرده بولا میشه میره اونجا و باشون سلام علیک میکنه اسم خودش رو میگه به اونها میگه اون یکیشون میگه من محبتم یکیشون میگه من حکمت هستم و یکیشون هم میگه من ثروت هستم میگه خوشحال میشین بیاد اینجا صحبت نکنید توی کوچه بیاد توی خونه بشیم با هم یه چای بخوریم میگن ما سه نفر نمیتونیم تو یه خونه بریم یکیمون فقط میتونه بره برید ببینید کدوم ما باید بیان مردم تعجب میکنن یه توش مونده بودی حالا دیگه باید بیاد تو خونه میاد تو خونه به زنش میگه به دخترش میگه زنش میگه میدونم میخوای بگو ثروت بیاد تو چی فکر میکنی به مردم مردم میگه من حکمتو میخوام بیاد به دخترش میگن دخترش میگه محبتو بگو بیاد و بعد این مرد میره میگه دو دخترم گفت محبت و ما متحدا میخوایم محبت بیاد بعد میبینه هر سه اینا آمدن میگه پس چرا اون دو نفر دارم میاد میگه هر کجا که محبت باشه حکمتم هست ثروتم هست برکتم هست این کلام خدا وجود ما رو از محبت خدا لبریز میکنه و چون از محبت خدا لبریز میشیم ما میتوانیم به خوبی در اون مسیر درست بیستیم پس این کلام خدا ما رو مذهبی نمیکنه ما رو مسیحی نمیکنه ما رو عاشق خدایی میکنه که وجود ما رو از عشق پر میکنه تا عشق رو انتشار بدیم به مردمی که نیاز به عشق دارن مبادا مهر طلب باشن بلکه با مهر خدا انقدر پر بشن آنان دیگران رو نیز محبت کنن بریم با هم دیگه نامه یعقوب 5 7 الی 18 رو بشنویم نامه یعقوب 5 باب 5 آیه 7 الی 18 ای برادران من تا روز ظهور خداوند صبر کنید زاره برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر بارانهای پاییزی و بهاری میماند شما نیز باید با امید صبر کنید و قوی دل باشید زیرا آمدن خداوند نزدیک است آمین آمین امروز یک روز به آمدن مسیح نزدیک شدیم آمین. هللویا هللویا یک روز به آمدن مسیح نزدیک هستیم برای کارت برای رابطه هات برای موقعیت های زندگیت هر چیزی که تو ذهنت هست هر چیزی که هست لطفا نترس نگران نباش صبور باش خدا دستی برای زندگی تو خواهد بود پیام خداوند امروز برای همه ما این هست عاشق ماست ما رو دوست داره ما رو تنها نمیذاره اومد زنده رفت آسمان دوباره برمیگرده دوباره دست ما رو خواهد گرفت برای این امید بیس چه ضعفی امروز تو رو در اسیر کرده چه ضعفی تو رو اسیر کرده خودت رو آزاد کن اگر تصمیم بگیری امروز میتونیم با قدرت همین کلام خداوند آزاد بشیم لحظه بیستیم لطفا خواهش میکنم مزبور 19-14 رو روی تابلو بزنید آیا داریم؟ با هم این آیه رو بخونیم این آیه برای همه ما هستش میتونیم داشته باشیم که خداوند میخواد که ما فکرمون احساسمون همه و همه توی دستای باشه میتونیم با هم دیگه این رو بخونیم با هم یک صدا و تفکر دلم منظور نظر تو باشد ای خداوند که صخره و نجات دهنده من هستی ای یهوه آمین هللویا این سهم توست این سهم کسیه که داره روی فیسبوک بفرمایید خواهش کنم روی شبکه داره میبینه سهم تو این هست که یهوه میخواد دست تو رو بگیره ترس ها تو نگرانی ها تو خستگی ها رها کن نجات دهنده تو داره دوباره میاد افسانه نیست دروغ نیست توی چاگیر نکرده نیاز به خوراک نداره، نیاز به پول نداره. دنبال این بازیا نیستش. حقیقتا عاشق توست. تو رو دوست داره و اون مسیح است. بله. ای برادران من، پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید. مبادا خود شما محکوم شوید. اینا داره به کلیسا میگه، خواهش میکنم. به طور خاص به خادمین میگه، به رهبران میگه، به کشیش داره میگه. شما میدونید بزرگترین کلیساها به توسط خود رهبران کلیسا و خادمین جدا شدن از بس که غیبت کردن بدگویی کردن من ثابت میکنم مطابق کلام خداوند چه کسی موسا را آزار داد چه کسایی از دوازده تا رهبر ده تا مخالف موسا بودن فقط یوشا و کالی با موسا بودن پس هوشیار باشیم عزیزان خداوند اقتداری رو به فرزندان خودش به خادمینش میده به هر کسی به هر کسی بعد از عزیز اینجا اقتدارش رو داره شمون جان پرهام جان هر کسی سروش عزیزانی که اون پشت هستن ساحل و و و هر خادمی همه ما اقتدار داریم که اون جایی که درست هست بیستیم در این زیاده گویی نیست کسی که دعای طولانی میکنه بگید هاللویا خدا رو شکر کسی که پرستش بسیار میکنه هاللویا خدا رو شکر کسی که کلام داره میگه هاللویا خدا رو شکر دنیا میگه 20 دقیقه بیشتر ما نمیتونیم تحمل کنیم خوابمون میگیره بعد در رسول تمونش کن برو 20 دقیقه وقت وقتی می میره بیرون میگه تموم میشه پنج دقیقه میشه و بعد تموم شد دوباره بعد در رسول هفته هم دقیقه بیا بگو این گونه میگه راحت شید آزاد شید خودتون از این قوانینی که ذهنیتتون رو داره دیسیپلین میکنید خودتو آزاد کن امروز اینجا هستی از قوت خدا برکت بگیری از این کلام برکت بگیری پس مجال اینو نده چیزی تو رو خسته کنه این کلام با شما خواهد بود تا یک شنبه دیگه تا با یک قوت تازه تر به اینجا بیایید بله چون داور عادل آماده داوری است ای برادران من صبر و تحمل انبیایی که به نام خداوند سخن می گفتند، باید برای شما نمونه باشد آمین. ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت می دانید. شما درباره صبر و تحمل عیوب شنیده اید و می دانید خداوند سرانجام با او چه کرد زیرا خداوند بی نهایت رحیم و مهربان است ایوب دردهای خودش رو تحمل کرد زخماش رو تحمل کرد زخم و زبون دوستاشم تحمل کرد درسته خودش هم تو یک جای اشتباهی ایستاده بود حق داشت چرا که روش خیلی فشار و درد بود زخم و زبون همسرش هم تحمل کرد گفت خدا رو لعنت کن بمیری راحت شی همه رو تحمل کرد ولی نهایتا خود کلام خدا میگه آنچه را که از دست داد دو برابر خدا به او برگردون عمر طولانی به او داد فرزندان به او داد نویسنده اعلام میکنه آدم های خوب مثل درخت پرشکوهن لگت هم که بهشون بزنی با باران شکوفه شرمندهت میکنن اونقدر تو رو محبت میکنن که دیگه خسته بشی همونی که مسیح میگه اگر کسی زد به صورت این طرف گوشت این طرف صورتت آن رو رو بیا آن روی که از محبت خدا از حکمت خدا نیز پر شده بله ای برادران من از همه مهمتر این است که سوگن نخورید نه به آسمان نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر بلکه بله شما واقعا بله باشد و نه شما نه مبادا محکوم شوید پس باید هم از کلام خدا پر بشیم یوشه یک اون یکیش چیه؟ اعمال رسولان یکش دو تا بال که از روی مشکلات از روی سختی ها پرواز کنی اعمال رسولان یکش میگه از روح القدس پرشید قوت روح القدس رو داشته باشیم تا توی یک جایگاه درستی باشیم نسبت به موقعیت زندگیمون خسته خاطر نشیم فقط پس کلام نیست کلام رو میشنویم در کلام خداوند یافتیم که از پری روح القدس برکت بگیریم پولس رسول در نامه رومیان هشت پنج شیش الام میکنه زیر آنانی که بر حسب جسم هستن یعنی دنیاوی فکر میکنن کاری به این کلام زنده خدا ندارن شعر خیلی حفظ هستن شاعرها رو میشناسن فلاسفه رو میشناسن اما این کلام رو اصلا نمیشناسن زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنن. اما آنانی که بر حسب روح در چیزهای روح قلاتیان 5.22 خوشی، محبت، فروتنی، تواضع نه ستون اصلی یک شخصیت سالم کرکتر سالم رو در وجود انسان قرار میده روح القدس در چیزهای روح از آن جهت که تفکر جسم موت است حلاک میکنه انسان رو لیکن تفکر روح حیات و سلامتی هستش که دلیلی خواهد شد که شخص مواظب سخنانش هست مواظب احساسش هست من نمیگم ما اشتباه نمیکنیم من هر روزه اشتباه میکنم و الان در حضور شما و در حضور خدا از خدا میخوام خداوند به هر اشتباهی من به هر گناه من خدا با خون مسیح تو کفاره کن من هر روز اشتباه میکنم هر روز گناه میکنم و از خدا میخوام که خدا منو برکت بده بتونم بازم یاد بگیرم دو تا زن بعد از سالها که همدیگر رو ندیده بودن توی خیابون با هم روبرو میشن و از حال همدیگر رو میپرسن حال بچه های همدیگر رو میپرسن اون یکی میگه ببینم دختر و پسر چی گفت اونا ازدواج کن گفت ای خوشبخت شدن دخترم خیلی خوشبخت شد ولی پسرم بدبخت شد گفت چرا گفت آخه دخترم میدونی صبح که از خواب بلند میشه شوهرش براش صبحانه میاره بهش میرسه بعد این که میره این میره یه دوش میگیره میره بیرون میگرده جیم میره با دوستاش میره این ور اون بر میگرده خیلی خوشبخت شده گفت خب پسرت چی شده میگی بدبخت شده گفت چی پسرم عروسم که از خواب بلند میشه میگه صبحانه رو باید روی تخت به من بدی بعد از اون بلند میشه میره یه دوش میگیره میره دنبال دوست داشت، میره جیم میره میگرده میاد شبم که میاد اونم میگه بریم با هم رستوران یه خوراک دیدگاهمون چیه وقتی کلام خداوند رو میخونیم وقتی روح قدوس خدا بار ما هستش هرگز داوری اشتباه نمی کنیم توی جای درستی هستیم، قضاوت نمی کنیم نسبت به موقعیت هایی که برامون پیش میاد حتی فکر میکنیم بر حق هست برو در حضور خدا خدا به ثابت میکنه خدا بر حق است که میگه محبت کن بازم محبت کن دشمنت محبت کن بله پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد او باید دعا کند و اگر خوشحال است باید سرود بخواند آمین اگر کسی از شما بیمار است باید از مشایخ کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تطهین نمایند آمین کلام خداوند میگه این روغن وقتی صحبت میگه از یک دیدگاهی هستش که نسبت به مست خدا هست که بر مردان و زنان هستش اما کلام خداوند وقتی میگه روغن اون روغنی هستش که دعا شده روغن زیتونی هستش که قبلا مکمل با گیاهای های دیگه ای هم بودش که خوشبو بشه دعا میکنه من مطیع این کلام هستم اما اگر کسی هم این روغن رو نداشت دعا اشکال نداره اما من مطیع هستم فراموش نمی سالها پیش یه عزیزی لطف کرد اومد کلیسای ما و یکی از بزرگان هستن وقتی بهش روغن رو دادم گفت ما از این گذر کردیم نمیخوام نپسندیدم نمیپسندم نمیخوام بگم بدون روغن اما ما هرگز نمیتونیم آنچه که کلام خدا گفته بگیم ازش گذشت کردیم کلام خدا داره میگه از چی گذشت کردیم برای خودمون قوانین و شرایط جدید آوردیم همون گونه که کلام خدا میگه ما باید عمل کنیم گناه نمی کنی اگر عمل نکردی ولی کلام خدا رو تو انجام ندادی دوباره همون آیه هست یه آیه برمیداری با اون داری بازی میکنی بله دعایی که از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد بخشید دعایی که ایمانش درش حقیقی یعنی تفکر کرده این باور رو داره چشماندازش این نیستش که بگه دکتر دکتر این چی گفته دکتر گفته این سرطان داره میمیره میگه آه خب پس دعا کنیم خدا بیا مرزتش تموم بشه نه دعا میکنه میگه خداوندم به من گفته دعا کن مریضان شفا میگیرن تمام that's it ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم ما با این ایمان دعا میکنیم وکیل گفته به مشکلش انقدر زیاد حل نمیشه نه ما دعا میکنیم ما ایمان داریم ایمان مسیحیت یعنی همین که دعا کنیم با اقتدار برای سلامتی و شفا و اگر اراده خدا این هست که بره آسمان ما دعا میکنیم نجات پیدا کنه میدونیم ابدی نخواهیم بود روی زمین اما ما دعامون سست نیست اینجا داره میگه دعایی که با یک ایمان قوی از کلام خدا گرفته بله خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد کرد آمین این وعده کلام خداست اینو رسول نمیگه یا این کلام دروغه بی خود وقتمون رو گذاشتیم براش و اگر حقیقت داره مانند این کلام باید دعا کنیم مریضان شفا پیدا کنن بله و اگر مرتکب گناهی شده باشد بخشیده خواهد شد نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. الیاس دارای عواطفی مانند خود, خود ما بود ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که باران نبارد سه سال و شش ماه در آن سرزمین باران نبارید. دوباره دعا کرد و باران بارید و زمین بار دیگر محصول به بار آورد. مانند الیاس آمین. برای این کلام خداوند دست آمین آمین. عیسی مسیح در انجیل یوحنا 14 15 اعلام میکنه اگر مرا دوست دارید او را دوست داریم هاللویا اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید با قدرت زندگی مسیحی کن نه ترس نگران نباش ترس مال فرزندان خدا نیست ناامیدی نیست شک برای ما نیست اگر به این کلام خدا ایمان داریم مطابق این کلام خداوند زندگی خواهیم کرده در غیر این صورت گویا داریم شوخی میکنیم ها شوخی داریم میکنیم کنیم. یک شنبه بهترین روز استراحتمون میایم کلیسا عزیزانی که روی فیسبوک هستن روی دنیای مجازی هستن وقتشون رو دارن میذارن نگاه یک شوخیه با کلام خدا نمیتونیم شوخی کنیم اگر حقیقتا پذیرفتیم تا انتهاش باید بپذیریم همه قسمت های کلام خدا رو نیز باید بپذیریم شخصی میره برای استخدام وقتی کسی که داشته باش مصاحبه میکرده بهش میگه تحصیلاتت میگه معمولیه میگه تخصصت میگه ندارم اینجا یاد میگیرم میگه تجربه میگه هیچی ندارم میگه سابقه میگه ندارم میگه پیشنهاد حقوقی چقدره میگه فکر کنم سالانه 100 هزار دلار به من بدید خوبه یه نگاهی بهش میکنه میگه پس دو ماه هم مرخصی داری با حقوق طرف چشاش باز میشه میگه ببینم شوخی میکنی میگه خب اول تو شروع کردی شوخی نکنیم خدا داره با ما جدی صحبت میکنه خدا تعارف نمیکنه حقیقی هستش اگر خداوند داره حقیقتا با ما صحبت میکنه این ایمان رو پذیرفتیم بچسمیم به کلام خداوند هر روزه به اون وقت بدیم برنامه زندگیمون رو طوری ترتیب بدیم که بتونیم با کلام خداوند زندگی کنیم تا خدا با قلب ما صحبت کنه برای تولد تازه شاعری اعلام میکنه مسیح را دوست میدارم من ای دوست به حرفش گوش میسپارم من ای دوست کلامش را بذر مهر می باشد به قلب خیش می کارم من ای دوست این کلام خداوند همچون بذری باشه که در قلب ما عمل کنه برای یک زندگی خوب تا اون را انتقال بدیم به دیگران